در این مقاله یه نقل قولی شده بود از یه جامعه شناس ایرانی راجب و ذکر شده بود 13 تا از خصوصیات ایرانیان. ببخشید مقاله به زبان انگلیسی بود یا فارسی بود؟ فارسی بود. میفرمونه خب. و این برام خیلی جالب بود این 13 تا خصوصیات و اینو من نوشتم با اینکه خودم قبل از انقلاب از ایران خارج شدم و دوستایی که دارم اکثرا 30-40 ساله در آمریکا هستن. عجیبه که بعضی از این خصوصیات رو تو اونها میبینم. حقیقتش تازگی رو خودم هم کار میکنم که شاید بعضی از اینا در منم هست. از کنم که من 13 تا خصوصیات رو میخونم، هر کنی که یکی دو کلمه بیشتر نیست و نظر جناب عالی راجع به این اینها میخواستم. و اگر میشه روی هر کلمش بیستید ما چرا در 12-15 دقیقه وقت داریم. اینه که در خیلی جان بفرمایید. شماره یکش بود حقیقت گریز و پنهانکار. بله خب یه مقداری درسته، از مخصوصا این اواخر ما میلی خیلی به درک واقعیت نداریم و حالا حقیقت که به اینجا بیشتر معنی واقعیت آمده و بعدم پنهانکاری مشخصه فرهنگی ماست، از قبل هم بوده عزیز، اصلا زمینه فرهنگی و مذهبی ماست، تقیه نمونشه و بعدم نظامای چند زنی از یک طرف در محیط خانواده و ماجرای این که از 1000 سال حکومت‌های ایران قبل از قاجار شاید فقط 50 سالش حکام ایرانی بودن و اصولا فشار سیستم سیاسی اقتصادی و حتی مذهبی به جامعه ایران و نظام خانواده، هر دو اینا رو که به نظر من بیان فرمودید یه مشخصه بارز فرهنگی ماست به عنوان یه عیب و ایراد در مقام مقایسه با بقیه کشورهایی که میشناسیم. دوم اگه اجازه بدید من همه‌شو بخونم شما نظر خودتون بفرمایید. شماره 2 زاهدساز، شماره 3 قهرمان پرور و استبداد زده، شماره 4 خودمحور و برتری جو، شماره 5 بی برنامه، شماره 6 ریاکار و فرصت طلب، شماره 7 احساساتی و شعار زده، شماره 8 متوهم از توطئه دائم، شماره 9 مسئولیت ناپذیر، شماره 10 متوقع و ناراضی دائم، شماره 11 حسود، شماره 12 ناصادق و شماره 13 همه چیز دان. عرض کنم بعضیاش البته شدید هست این چیزی که اشاره فرمودید و بعضیاش هم میدونید. ببینید من بذار جمله رو یه جوریه خدمتتون عرض کنم، شاید مراجعه بدم هستالی رو. من یه سی دی دارم تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال که 14 تا سی دی درش، از این 14 ساعته 12 ساعتش از خود من، دو تا مقدمه است به وسیله دو تا روانپزشک خوب و عزیز، آقای دکتر رابرت مرادی و آقای دکتر نفیسی، و 12 تاش از شخصیت سالمو دارم، بعد شخصیت نرمال رو، نرمال با ملاکای ایرانی. مهمترین شخصیت نرمال ایرانی مهرطلبه. فرض بفرمایید از این مجموعه که اشاره فرمودید شما دقیقاً میتونید اونا رو اونجا پیدا کنید. یکی مسئله ظاهر است و تظاهر است، دومش اصولاً برخورد عجیب و غریب با قدرته که ماجرای قهرمان پروری و قهرمان پرستی و بعدن پوزه به قهرمان رو به خاک مالیده میبینه. سومیش یه مقدار خب ریاکار و فرصت طلب به خاطر اینکه رنج برده و اذیت میشه. موضوع بعد احساساتی البته به معنی منفیش هست، به این معنا که من کسی هستم که با احساسات بد و منفی از غم گرفته، خشم گرفته، حسادت گرفته، رقابت گرفته روبرو هستم. مطلب دیگرش که برمیگرم چون مهم هست، متوقع بودن اصلا مشخصه تیپ مهرطلبه، یعنی پر از توقع و انتظار، ناچار به دلیل اینکه همه رو باید لیلی به لالاشون بذاره و تعریف کنه برای که او رو دوست داشته باشن، آشکار و پنهان حسوده. بعد همطور که اشاره کردی در آغازم بود کاملا ناصادق است و پنهانکار. و اما چند تا ویژگی دیگهش درست مال تیپ عکسشه. یکی همه چیز دان برمیگره به تیپ برتری طلب، یعنی این همون ترکیب دیگری است که در جامعه ایرانی است. یکی شاید ماجرای خودمدار و خودمحور بودن که اشاره فرمودید به اون تیپ برمیگرده. ماجرای مسئولیت ناپذیری به تیپ مهرطلب میخوره، برای که اون وظیفه رو به در این که مجبوره انجام میده ولی مسئولیت رو کوشش میکنه وانمود کنه. ولی در تیپ برتری طلب
مسئولیت رو میپذیره ولی انتظار و توقع بسیار داره. ماجرای بی برنامه بودن باز بر میگرده به یک کسی که همیشه تصمیم رو برش دیگران گرفته. یعنی فرض کنید من و شما به عنوان فرزند وقتی پدر و مادرمون میگفتن بخور و بخواب و بشین و یا چنین و چنان بکن، ما فکر کنیم زندگی رو اونا برنامه و طرحش رو میریزن. بنابراین از یه طرف، از جانب دیگه به خاطر اینکه آدم واقع بینه، یه مقدار نگاهی منطقی به موضوع و جریان کارا نداریم، خیلی برنامه میتونیم نداشته باشیم، به ما هم همچنان میخوره. البته مجبورم یه نکته آخر رو بگم. ببینید اینا رو شما در جامعه امریکا هم میبینید، ولی شاید مثلا 10-15% امریکا یا برخی از این صفات رو دارن، یا 20%، ما 70% داریم. به همجاز که اگر شما بفرمایید اینا معایب فرهنگ و جامعه و مردم ایران هست، جای دیگه هم پیدا میشه. بحث همیشه میدونید بحث درصده، یعنی تفاوت دانش آدم ها، تفاوت هوش آدم ها، تفاوت ثروت آدم ها به درصد و اندازه هاست. بنابراین این ویژگی ها به نظر من میخوره. اما اون چیزی که برای من جالبتر هست که برمیگرده تو هر سه تا ترکیب شخصیت نرمال، چه مهربان چه برتری طلب عزلت طلب، این ماجرای توطئه و در حقیقت توری توطئه در همه زمینا و نقش و تاثیر دیگران و بی‌خاصیت بودن خود ما، اینا مسئله بسیار جدی است. اون البته برمیگردم طور که عرض کردم به نظام چند زنی، برمیگرده به باورها و اعتقادات مذهبی، برمیگرده به استرابی که به نوعی به وسواس تبدیل شده و در نتیجه فرد آنچنان دل مشغول خودشه که به خیلی از کاراش نمیرسه، پس اونو تحت تاثیر دیگران میدونه و بقیه ماجرا. من خاطرم هست در دانشگاه تربیت معلم دوره فوق لیسانس جامعه شناسی روانشناسی ایران رو درس میدادم و خاطرم هست حالا ایشون به 13 تا اشاره کرده، من 42 تا اشکال رو در جامعه و فرهنگ ایران میدیدم و اونا رو خاطرم هست. اب تران یه مقدارش چند تایش همین هست بود، ولی شاید یه 30 چند تایش متفاوت از اینها. اونا گرفتاری های دیگر ماست. اما این ماجرای توطئه مسئله جدیست که از حریم خانواده و روابط که البته به اون پنهانکاری و تظاهر و دروغ هم مرتبطه در اومده و در صحنه سیاست ما تبدیل شده به یه چیزی که ما باش گرفتاریم. حتی من چندی قبل در برنامه دوست بسیار عزیزی و محترمی این گفتگو رو می دیدم و دیدم حتی وقتی که به واژه نگاه کردن در فرهنگ لغات و متوجه شدن که توطئه وقتی است که مقدمه چینی شما می کنید، یعنی اصلا کار با شما شروع میشه و بعدم نه تنها کار با شما شروع میشه که اگر نمی کردید نمی شد، شما نقش اصلی و اساسی توطئه است و الا این که فرض بفرمایید در صحنه سیاسی یا تو زندگی خانوادگی آدم ها از فرصت ها استفاده کنن همه جا هست. الان دولت ایران هم کوشش میکنه از افغانستان و ترکیه و عراق هم یا سوریه هم استفاده و سوء استفاده کنه، ولی خیلی متفاوت است که برنامه رو از آغاز اونها ریخته باشن. وقتی صحبت از توطئه هست، یعنی کانسپریسی، یعنی اصلا شروع شده، یعنی فرض بفرمایید شما میخواستید حکومت اتحاد جماهیر شوروی رو ساقط کنید، برای اینکه حکومت اتحاد جماهیر شوروی رو ساقط کنید فکر کردید یک کسی مثل ریگان این کارو میتونه بکنه، کارتر نمیتونه بکنه. بعد فکر کردید که کارتر انتخابات رو احتمالاً خواهد برد و به ریگان نمیرسه، پس آمدید ماجرای انقلاب ایران رو درست کردید، بعد یه مقدار دانشجو رو از دیوار سفارت بردید بالا، بعد اینا 52 نفر رو هاستیج گرفتن به مدت 444 روز در دوران انتخابات و اینا رو در ماه نوامبر که انتخابات میان ریگان و کارتر بود آزاد نکردید و در نتیجه کارتر به ریگان باخت و در نتیجه شما سبب شدید که ریگان رئیس جمهور بشه، اون اتفاقات بعدی بیفته. اسم این توطئه است اگر یک کسی این برنامه رو ریخته، والا اینکه یه دز دیوار سفارت رفتن بالا، اولم خمینی و اطرافیان جا خوردن و وحشت که حالا خطری مار تطبیق کرد، بعد نه خوشبختانه میتونن یا متاسفانه ازش استفاده کنن، استفاده کردن، اینکه بعدن اینا متوجه شدن از طریق گروگان‌ها میتونن با حکومت دست راستی ریگان کنار بیان تا حکومت اتبار کمی چپ
دموکرات ها پس بهتر از اون استفاده کنن و با تماس هایی که ارتباطاتی بین الان امروز قطعی شده وجود داشت خواستگار نگه داشتن به نامه انتخابات امریکا رو دگرگون کردن. یعنی ما در انتخابات امریکا، یعنی ایران یا حالا اون گروه نقشی داشتن. اسم اینا دیگه توطئه نیست، اسم اینا طرحایی است که وقتی که موجی را افتاد، حالا یه عده میخوان از این موج استفاده کنن، ممکنه اشتباه کنن یا نکنن، ولی این در فرهنگ ما جا افتاده است. و چون برای من موضوع مهمی بود، خیلی هم باعث تعجبم شد که ما هنوز تفاوت توطئه رو با طرح نمیدونیم و معلومه که الان امریکا همه اینا رو داره. اینا مشخص بود. ببخشید من حاشیه رفتم، ولی چون من می‌خواستم بدونم که من تو واقعا به این نتیجه رسیدم تا ما فرهنگمون تغییر ندیم این مشکل رژیم همیشه هست. حالا این نباشه، مذهبی ها نباشتن، یه گروه دیگه میان و این چیزا اینا، و حتی این منابع طبیعی ما و نمیدونم ثروت و حتی منابع انسانی ما ممکن زیاد نقشی نداشته باشه برای پیشرفت یه فرهنگ و پیشرفت یه کشور. واقعا فرهنگ نقش عمده رو داره. همونطور که میبینیم تو اروپا به اصطلاح منابع زیرزمینی ندارن ولی خیلی پیشرفته تر از ما. من خواستم اینم راهی هست که این فرهنگی که این که در ما نشسته تغییر بدیم که به صورت تغییر پیدا کنه و از اون موقع ما بتونیم پیشرفت کنیم. حالا من یه تمنا از حضورتون خواهم کرد، برای که من متاسفانه فقط یه دقیقه وقت دارم. خوشحال میشم یه دفعه دیگه تشبید و بفرمایید، حتی اگه دلتون میخواد همین موضوع رو مطرح کنید که دوستانی که نشنیدن بشنون، یه گفتگوی اول برنامه داشته باشیم. ببینید حرفی که میزنید از یه طرف درسته، ولی ما برای تغییر جامعه هم باید فرد رو تغییر بدیم، هم محیط خانوادگی، هم محیط آموزشی، هم از بالا. ببینید درست مثل ماجرای دموکراسیه، شما نمیتونید مردم دموکرات داشته باشید بعد دموکراسی برقرار کنید. نه، ما ساختار دموکراتیک درست میکنیم، سازمان ها رو از بالا بر اساس قاعده و قانون وضع میکنیم، شرایط رو به تدریج فراهم میکنیم که تغییرات فرد رو هم موجب بشه. فرض بفرمایید همینقدر که شما اومدید در یه جامعه نظام چندزنی نداشتید، همینقدر که شما اومدید در یه جامعه درست مثل گفتگوهایی کردن من با شما یا دوستان عزیز داشتم، بیاد حقیقت رو بگید، صلاح ما اینه، اینجوری همون راحت‌تر و آسوده‌تر خواهیم بود و دلیل نداره با تظاهر و دروغ و اینا گرفتار بشیم. یا ریشه مهرطلبی رو بشناسیم که از کجا میاد و اونا رو به هم بریزیم، خب معلومه تغییر میکنه. این مردم ایران این چیزی که الان هستن 10 سال قبل یا 50 سال قبل یا 80 سال قبل نبودن و یا 800 سال قبل نبودن. همونطور که اون تغییرات در اون مسیر که منفی بوده در برخی از زمینه‌ها اتفاق افتاده، میشه مثبتش هم کرد. بنابراین اجازه بدید ازتون خواهش کنم اگر دلتون خواست لطف کنید تشویق روی خط بفرمایید، من در خدمت هستم، چون موضوع مهمی است، دلم میخواد راجع بهش صحبت بیشتری داشته باشم. ولی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. بله، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شما روز روزگار خوش و خدا نگهدار. آمون اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید.